بچه گلم سلام 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 به روی ماهتون، امیدوارم که خوب و سلامت و عالی باشین. خیلی خوشحالم که مجددا سعادت دارم در خدمتتون باشم. دیگه اینجا هم اول صبح و میخوایم بریم بتره کنیم دیگه. زنده باشین. بله بله چتاتون میاد. خیلی خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم. انشالله به امید خدا. خیلی ریلکس، من عمدن 3 جلسه براتون در نظر گرفتم که عجله ای نباشه، کار قشنگ سر صبر و با حوصله و کامل و خوب باشه و خسته هم نشید. بنابراین انشالله به امید خدا. دیروز که کل مشتق و کابرد مشتق رو گفتیم که 8.5 نمره داشت، یه سری ریزه کاری هم هستش، حتما جلسه سوم رو ببینین که وقتی دارم کلیت آزمون نهایی ها رو بررسی میکنم اون ریزه کاری ها رو خدمتتون تقدیم میکنم و حالا باقی مانده هرچی که مونده. درست شد؟ پس بریم بدون مقدمه سر اصل مطلب. مقدمه گفتم دیگه، البته چرا میگم بدون مقدمه، ادامه میدیم از فصلهای پرنمره، یعنی از فصل هندسه به امید خدا، مشتق، کاربرد مشتق، اینا رو همه رو دیروز گفتیم تموم شد، فقط بهینه سازی رو نگفتم. خب طبق معمول همونطور که بهتون قول دادم میخوام همه رو بهتون درس بدم. سوال 14، حالا من میگم امتحانی که در نظر گرفتم برای شما بر اساس 17 سوال در نظر گرفتم، چون بعضی از امتحانا روز اول توضیح دادم بعضیا 14 سوال است، بعضیا 17 سوال است. آره MD الان وصل نیست، چند دقیقه دیگه MD تونم وصل میشه. کلا چون بار رو سایت خیلی زیاده، چند دقیقه اول HD بعد MD دوباره وصل میشه. سوالات فصل هندسه 3.5 نمره خوب شیرین داره. حتما یک سوال از دایره دارید، احتمالا یک سوال از بیزی، یک جمله حفظی هم شاید از تصور تجسمی و دوران و برش بیاد که حالا اینا رو همه رو روز آخر بهتون میگم. پس اینجا وقت رو تلف نمی کنیم، میپردازیم به دایره و بیزی. شروع کنیم. من ادامه تدریس دیروز، ادامه همون جزوه دیروز رو باز میکنم که میشه اینجا میشه نهایی تجربی. ادامه یه جزوه دیروز رو باز میکنم که دیروز در مورد مشتق و نقاط بحرانی کامل درس دادم، مشتق آورد مشتق رو بهتون، و میریم سراغ دایره. دایره چیه؟ هم دایره هم بیزی یه مکان هندسی هن. دایره چه مکان هندسیه بچه ها؟ میخوام در مورد این مکان هندسی صحبت کنم بهتون. بچه ها مکان هندسی مجموع نقاطی از صفحه است که یک ویژگی مشترک دارن، یک خاصیت مشترک دارن. حالا دایره چه مکان هندسیه؟ دایره مکان هندسی نقاطی از صفحه است که فاصله شون از یک نقطه ثابت به نام مرکز مقدار ثابتی به نام شعاع باشه. پس دایره مکان هندسی نقاطی از صفحه است، مجموع نقاطی از صفحه است که فاصله شون از یک نقطه ثابت به نام مرکز به اندازه شعاع باشن. این نقاط که اینجوری اینجوری کنار هم قرار میگیرن، اینا تشکیل این دایره رو میدن. پس دایره چیه؟ مکان هندسی نقاطی از صفحه که فاصله شون از یک نقطه ای به نام مرکز که مختصاتش آلفا و بتاست. همه ی نقاط فاصله شون از این مقدار ثابت شعاعه. حالا من میخوام این فاصله رو حساب کنم بچه ها. شما همه تون تعریف دایره رو دیدید، من میخوام این فاصله رو حساب کنم. اسم این نقطه رو میذارم M، مختصاتش هم میدم X و Y. حالا میخوام فاصلهش تا مرکز رو حساب کنم. خب فاصله چیه؟ یه فاصله بین طولهاشونه که این سبزه است، میبینی؟ فاصله بین طولهاشون، یعنی از آلفا رفته تا X دیگه. پس این فاصله میشه X منهای آلفا. درسته؟ فاصله است دیگه. حالا با قدر مطلق هم نشون میدن، اصلا قدر مطلق X منهای آلفا، حالا شاید اون بزرگتر باشه فرق نمیکنه.
یه فاصله مشکی هم داریم اینجا که فاصله بین ارزهاشونه، وای منهای بتا، حالا یا قدر مطلقش فرق نمیکنه. خب این مثلث الان یه مثلث قائم الزاویه است و من میدونم تو مثلث قائم الزاویه ایکس منهای آلفا به توان دو، چون قدر مطلق دیگه نمیخواد وقتی به توان دو میرسونم، به اضافه ی ایگرگ منهای بتا به توان دو مساوی آر دو میشه. این قضیه فیثاغورس رو نوشتم. به این چی میگن؟ به این میگن فرم استاندارد معادله دایره. آقا فینیتو، خلاص. یعنی تمام ایکس و ایگرگ هایی که روی دایره قرار گرفتن، تمام نقاط امی که روی دایره هستن و ایکس